خطی که من در پیش براشون می نویستم ها شاه چون بیدار میشی من که زینو میکردم با راه فریب اونها رو میگفتن که با من خواب خیز کننده کاراتون میشه. زینا در نگاه اسلام حرام است و زینا کار دوزخی است. در کتابخانه ایسفیتین زنا از طرف خدا حرام کرده شده است. همه روز من خودم داشتم نتانستم سستی کردم و گناه از اون کردم. بروهی سر جادو تو امروز کسی به درد خود درمان نیافته است و نخواهد یافت، ولی شخصان زود باور و گمراه و بی‌سواد برای برطرف کردن مشکلی پیش آمده نزد سحرگران، جادوگران و به نام ملا و طبیبان رفته به قلمبان شرایط فراهم می‌آورند. اکثر مورد شخصان بی‌خبر از رسالت دین و مذهب، دین اسلام را همچون نقاب برای عملی کردن کردارهای نفسانی و مردم فریبی سوء استفاده می‌برند. ولی کارکرتوی اپریتیوی کارمندان میلیسیا آشکار کرد که در جامعه اشخاصی هستند که با وجود پره از برنامدن قرآن کریم و حفظ نمودن آن به عمل و کردارهای غیر شرعی دست میزنند. در نتیجه دایر نمودن چارابینی اپریتیوی جسجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد جنایت متشکل وزارت کارهای داخلی، کردارهای مردم فریبانه و سوء استفاده از باوری دینی شهروند آدینه فیض‌الله عزت‌اللهویچ معروف با تخلص قاری فیض‌الله سال تولدش 1972 ساکن شهر دوشنبه ناحیه شاهمنصور کوچه عینی آشکار گردید. نام بردن مدت 6 سال در شهر اندیجان جمهوری ازبکستان در نزد قاری حسین نام شخص تعلیمات دینی گرفته قرآن را حفظ کرده است. من در شهر اندیجان در مدت 6 سال قرآن را از یاد کردم. قاری مرتب هستم. بعدی بازگشت به جمهوری تاجیکستان او خود را در بین مردم ملای جنبرار و سحرگر، دمانداز و مشکلکشا معرفی کرده مقدسات دین و ارزش های آن را صرف نظر نموده است. سحرگری و مردم فریبی آدینه فیض‌الله اگر یک طرفی مسئله باشد، طرف دیگری مسئله بسیار مدهش، ننگاور و تأسف‌آور است. زیرا نامبرده با استفاده از باوری دینی زنان و دختران ناتوان و دچار مشکلی گردیده به ناموس و عفت و پاکدامنی آنها دست درازی میکند و با بهانه داخانی و مشکلکشایی با جوان دختران گمراه و بی سواد مناسبت های بد اخلاقانه و شهوانی انجام داده است. اکثریت میزوجی که پیش من می اومدن زن ها بودن. من اونها رو می گفتم که بیاین در پیش براتون نویسم کشویش کارتون می شود تیستر کارتون برار می گیره. وقتی که من در پیش براشون می نویسم اونها شهوه چون بیدار میشی من که زینو میکردیم. با راه فریب آنها را میگفتن که با من خواب خیز کننده کاراتون میشود. نوارهایی که پیش نظر بیننده قرار دارد، عمل و رفتارهای قاری فیض‌الله در آن عیان است و هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. نوشتن در پیش بری زنانی کار افتاده وسیله است که نام برده با این راه شهوت آنها را بیدار نموده عملهای غیر شرعی و ناجوان مردانه خود را انجام میدهد. شخصی هیسوریه که با ما وعده کرده بودم که کارتا بود میکنم کارشا بود کرده نتونیستم. نه با من شهوانیشا بیدار کردم و عمر نگذاشت که ما با خوب خیز کنم مقابله نشه. نه همزمان قاری فیض‌الله میزاجان را باور میکنند است که خواب خیز با او مشکلی کار افتادگان را آسان می نماید. گرچند آدینه فیض‌الله از ارزش های دین مبین اسلام برخوردار است، ولی برایش هیچ مقدسات وجود نداشته او دین و مذهب، رسم و آیین، جوانمردی و ننگ ناموس خویش را برای عشرت لحظه‌ای برباد داده و فریفته نفسی سرکش گردیده است. بر زمین نام برده از نگاه شریعت زنا و زناکار را چنین حکم می کند. شما که قاری قرآن هستید، زینا در نگاه اسلام چی است؟
زینا در نگاه اسلام حرام است و زیناکار دوزخی است. همزمان معین کرده شد که نامبرده برای سحر جادوگری از کارت، شم، آب نوشاکی و کتاب حافظ که با خط فارسی نوشته شده است استفاده نموده، با مقصد به دست آوردن مبلغ پولی با راه فریب با باوری شهروندان در آمده، برای آسان نمودن مشکلات آنها با خواندن آیات های قرآن مبلغ پولی طلب نموده گرفته است. اساسا شهروندان به خاطر چی از شما میامدن؟ به خاطر مثلا شوهرشان قطعی وی نشوند گفته یا که اگم وی نشوند یعنی چی؟ جدا نشوند مثلا جنگ و جنجال برای همین ها میامدن دختره بدن میامدن که مثلا فلان بچه را میخوام بگیرم برای وی میامدن یا برای کشویش کارشون میامدن نه برای مثلا همه ایش به ایش گرم شوند آیت قرآن مینیشتند کلام آیات رو می نویسید؟ و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یعنی آیات چی می شود زبان ترکی؟ این هم می گفتن آیات مهره، مهر، محبت مهر و محبت، این در کلام سوره آمده است؟ سوره بقره ده از یک دختری حساری به مبلغ 5000 سومونی گرفتم و گفت که یک پسره با ما گرم شد تا اینکه وی مرا بگیرد خاطر همون با ما 5000 داد وابسته به شخصیت آدینه فیض الله گفتند به مورد است که او قبلا برای صادر کردن جنایت قلابی 4 مرتبه سود شده است علاوه بر این در یک وقت با 2 زن زندگی یک جا پیش برده از 2 زن صاحب 9 فرزند می باشد قبلا من از میزاجم تلواری ها می گرفتم و 4 مرتبه به همین چیزها سود شدم به خاطر چی تلواری میگرفتی؟ به خاطر گرم کردن من صاحب دو زن هستم به این مانند کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه ضد جنایت متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد در نتیجه گذراندن چهارابینی اپراتیوی جستجویی چنین یک عمل فاسقانه را آشکار ساختند که با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی صادر شده است شهروند عبدالله غیب الله سال تولد 1949 استقامت کننده جماعت دیهاتی بونجکت ناحیه شهرستان دستگیر شده است که در برابر در منزل استقامتیش به خدمت رسانی دعاخانی مشغول شدند همزمان همین گونه خدمت رسانی دعوتی را در خانه کار افتادگان اجرا نموده با بهانه دعاخانی و جنبراری به عملهای فاسقانه که معیارهای اخلاقی را میشکند راه میداد اصولی مردم فریبانه توبت با راه دعاخانی در حال است که مردی روزگار دیده غیب الله عبدالله معلومات دینی ندارد و مضمون ماهیت آیات و سوره های خوانده‌اش را نیز نمی‌داند. گمان بر شده میزاجان جنسی زن را باور میکنند است که وجودشان جن دارد و با بهانه هستن آنها برآوردن جن با زمزمه سوره آیات ها با آنها نزدیک میشد. زن جرأت کرد از بالای این گونه حرکت های ضد اخلاقی به میلیسیا مراجعه نمود و در دایره چهارابینی اپراتیو جستجویی بد اخلاقی غیب الله عبدالله دعاخان تصدیق یافت. البته در کتابخانه نویسته که این زنا از طرف خدا حرام کرده شده است. همه روز من خودم داشتن نتانستم سستی کردم و گناه از اون کردم. برای همین من خودم این گناه خود را بخشش کردن نمیتانم. جزئیات دیگری مردی توجه آن است که غیب الله عبدالله دعاخانی را در مسافه نزدیک با میزاج و استفاده نیچه ریزینی انجام میداد. یک سمت نیشه که تقریبا 20 سانتی متر درازی دارد در دهان میزاج قرار می گرفت و در جریان آیت و دعاخانی او به سمت دیگر دهان خود را میگذاشت این حالت نیز اصولی مایل سازی به عملهای شهوانی است و همین گونه نفری به درد خود دوا جوینده به عملهای ناشایسته و بی‌شرمانه شخص دعاخان روبرو میشد ما در نوارها مشاهده کردیم که شما هنگام دعاخانی از یک نیچه استفاده میبرید همون نیچه شما چی خاصیت دارد همون نایچه مثلا کشف کنید اگر با خود درمان نمی دارد چرا همین شلانچه مثلا با درد انسان همون آیا خود یعنی دم برای با دیگر با شفا یافتنش انجام نمیشه برای چی شما یک سمت نایچه را در دهان خودتون میگذاشتید و یک سمت دیگر نایچه را در دهان میزاج اکثرا زن ها میبوشند در دهان زن ها میگذاشتید چی خصوصیت دارد؟ چی اخیفتش چی هست اینو؟ برای که همین دم با بیرون نبرده فقط راست باشه همین درون برده صادر شوید چنین دلیل ها باید عبرتی باشد
برای آن نفرانی که فرزندان نابالغ و پیوندان خیش را با بهانه تحصیل علوم اسلامی، دعاخانی، تفاوت دینی و دیگر عامل ها اجازت می دهند که از خدمت نوجوان مردانه چنین اشخاص برخوردار باشند. وابسته به حالت های جای داشته نسبت آدینه فیض الله و غیب الله عبدالله پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیش بردی تفتیشات قرار دارد. نوابسته از آن که مردم فریبی و بیسوادی و به گمراهی بردن شهروندان از جانب چنین به نام ملا و طیبان از جانب کارمندان میلیسیا آشکار گردیده توسطی وسیله اخبار عامه پیشکش شهروندان گردانده شده باشد هم، ولی هنوز برخی نفران به چنین ملا و طیبان باور نموده جای آنی که برای درمان بخشی بیماری خود و بیمارخانه و نزد طیبان کسبی روند باز به نزد چنین اشخاص بیسواد و مردم فریب رفته در نزد خانه های آنها ساعت ها منتظر می شوند. مورد به ذکر است که مشغول شدن به سحر جادو و فالبینی یکی از عملهای ناپسنده ترین به شما رفته، آن نفری که به این عمل دست می زند در نزد قانون جواب خواهد گفت. در دایره برگزاری یک قطار چورابینه اپریتیوی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، شهروند بابامرادوف جهانگیر بختیاروویچ در حدود پایتخت که به سحر جادو و فالبینی مشغول بود دستگیر کرده شد. معین گردید که نامبرده ساکن 26 ساله ناحیه ورزو می باشد. بابا مرادوف جهانگیر خود را همچون فالبین و جادوبرار معرفی نموده، با هزاران مکر و حیله اشیایی برای سحر و جادو استفاده شونده را خود آماده و در قبرستان و منزل استقامتی جبردیدگان پنهان می کرده است. بعدن مراجعت کننده را باور می کنند است که او را سحر و جادو کردند و برای باوری اشیای قبلا پنهان نموده خودش را برآورده گویا سحر و جادو را تازه می کرده است. به این وسیله شهروندان به نام برده همچون نفری سحرگر و جنبرار اعتقاد نموده با مبلغ های پولی و چاروای خود را تحفه می کردن. من گفتم که اوی قیترمه که زد خانه هاش نشپید، من گفتم که باز چی میکنی؟ مثلا خانه تا با هم خیلی جادو کرده گیم، مخید ایرم کرده گیم، پایی تازه میکنی. پیش عرفتا تیار کردم و تا همونجا پرتفتم نام خانهش، همون چیزه، همون قلفه. انا بعدی وای قاوستون هم خیلی کارگیم تا قاوستون هم خیلی کارگیم مثلا جودو کارگیم ایرم کارگیم صورت ها دا بعد وای توزه کارم در کار با ما وای صورت های آورد اما صورت های همش آورد همجه کرد من صورت های گرفتم همجه صورت های اتشیفتم وای بیرون رفت من گرفتم بعد پگش رفتیم در همه یک چکوری بود پاور چکور دادوری اول من پرتفتم اون صورت ها نام شکلی پرت افتم شد با پگوی دیگرش با رفتیم قطعیم اومدم همجا من گریفتم گریفتیم شکریم تازه کنیم پرت افتیم شد میسا من همون صورت تیب که میسا من میبردم لقال اسلام میپرت افتم یا که همون قلفه که دخوانه میپرت افتم این همش دروغه این میسا با این راه من مبلغ به دست میوارم این میسا کاری خطایه میسا شما هم میتونه که مثال همین آدم رو پرهیز کنه مثال دوری جوی تا نکنه مثال نرویتون میگه پیششون چنانی معلوم گردید در اصل نامبرده تنها به خاطر منفعت های شخصی برای به دست آوردن مبلغ های پولی دست به این کرداری مردم فریبانه میزده است. همزمان از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت آشکار گردید که شهروند عبدالله و زهرا ابراهیموونا سال تولدش 1972 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه وایدالله به سحر جادو و فالبینی مشغول است. نامبرده خود را همچون طبیب خلقی معرفی نموده، ولی در اصل با استفاده از هر گونه اشیا و جسمای کرخت گویا به درد شهروندان دوا میبخشیده باشد، شهروندان را در منزل استقامتی خود سحر و جادو میکرده است که ضمن از نظر گذرانی منزل استقامتی نامبرده یک قطار اشیاهای برای سحر و جادو استفاده شونده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شدند. تاسف آور است که بعضی از شهروندان به چنین افراد باور کرده به جای مراجعت به طبیب معاصر از چنین مردم فریبان درمانی درد می جویند. در نتیجه مشاهده و معلومات اپریتیوی کارمندان ریاست آگاهانی و پیشگیری در بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی چهره باز یک نفر جادوگر را آشکار کردند. این نفر شهروند نعیمو و زهرا سال تولدش 1983 استقامت کننده کوچه نصرت الله مخصومی پایتخت می باشد. مردی قید است که او نوابسته از آن که دارای یگان معلومات طبی دینی و حتی جمعیتی نیست با خواندن دعاهای غلط و نوشتن تومار و تشتو مشغول بوده، با این وسیله از کار افتادگان یا به اصطلاح میزاجان خود مبلغ کلان میستاند. میگی والا هنگی بیسو اکا والا ایرو اینکی بیسو ملوها. هنگامی واری شدن کارمندان ریاست مذکور به منزل اجرا گرفتش، نامبرده با استفاده از باوری شهروندان، با استفاده از کارت، تخم، لباسهای تحپوش زنانه و مردانه به سحرگری مشغول بود.
با پیشنهاد نوارهای مذکور باری دیگر تاکید نمودند به مورد است که امروز علم و دانش های طب در سطح ضروری ترقی و تشکل یافته است. شهروندان را می باید از چنین افراد جادوگر و فالبین دوری جسته به عمل و رفتار آنها باور نکنند. وابسته به حالت های مذکور نسبت بازداشت شدگان برای عملهای مردم فریبانه شان مواد ضروری ترتیب داده شده است.